دومین جلسه دادگاه متهمان پرونده کهریزک هم غیرعلنی برگزار شد. دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان حادثه بازداشتگاه کهریزک مثل جلسه اول غیرعلنی بود. ساعت 8:30 ما این اومدیم اینجا دیگه. میگن که با حکم قاضی دادگاه غیرعلنی برگزار میشه. دادستان سابق تهران که از همه سمت‌های قضایی معلق شده و یکی از متهمان این پرونده به همراه وکیل یکی دیگر از متهمان و همچنین اولیای دم سه جانباخته بازداشتگاه کهریزک در جلسه امروز حضور داشتند. عمدتاً جلسه به دفاعیات آقای مرتضوی گذشت که بخشش ایرادات شکلی بوده و بخشش هم در موضوع صحبت کردن که ناتمام موند و بقیه‌اش رو فردا ساعت 9 قرار ارائه بکنه. متهم ردیف اول این پرونده در جمع خبرنگاران خود را از هر اتهامی مبرا دونست. من در اون ایام به جهت دفاع از رساله دکترا اصلا مرخصی بودم و حضور نداشتم. انتصاب اتهام مشارکت خلاف موازین حقوقی و قضایی است. خیلی جالبه که در بحرانی ترین شرایط تیر ماه 88 کسی میره برای دفاع از پایان نامش و مرخصیه. ما آثاری از تنبه، پشیمانی و حتی یک اپسیلون مسئولیت ندید و متاسفید. علارغم اینکه ایشون عالی ترین مقام قضایی بوده و دست و دهنده بوده، حالا دیگران را مسئول میدونه. گفته های اینا بر این نیست که بذاره پشیمانی، مسئولیت پذیری داشته باشن از این بابت. دادگاه ساعت 12:30 به پایان رسید و جلسه بعد به ساعت 9 صبح فردا موکول شد. ما از روند رسیدگی تا اینجا رضایت داریم ولی صبر می‌کنیم انتهاشو ببینیم.